اگر فروغ فرخزاد 50 سال بعد از قمر گفت تنها صداست که میماند، یکی از راه گشایان راه فروغ بیشک همان قمر بود که صدایش در میان صداها همچنان مانده است و ماندنی است. صدایی که تنها ترانه نمیخواند، بلکه دین فروش و وطن فروش را به زبان هنرش به باد افشا میگرفت. اینک ما صدای قمر را از برای 100 سال میشنویم. قمر زنی بود که هم با هنرش و هم با نقش اجتماعیش تأثیری دوگانه در شکستن فرهنگ زن ستیز داشته است. قمر یکی از اولین تبر به دستان دیوار اسارت زنان بود. او صدای ممنوعه زنان را در جامعه بلند کرد و در ترانه‌های خود از انقلاب سخن گفت. دختران سیه روز تا به کی در افسوس، دختران سیه روز تا به کی در افسوس، زیر دست مردان تا به چند محبوس، چند در حجابی تا به کی بخوابی، از وجود شیخ است این چنین خرابی. مملکت خراب است، ملتش به خواب است، ای زنان ایران وقت انقلاب است. تا به کی خموشی ای زنان ایران، هیچ کس خبر نیست، فکر خیر و شر نیست، ای رجال ایران زن مگر بشر نیست. زن که دانه ایران کجایی، در سینه خاک تنان کرایی، خاموش در این دنیای فانی، این بردن خوب و من سودانی، این بردن خوب و من سودانی. قمر این فاخته خوشخوان گلزار موسیقی ایرانی بعد از تحمل سختی و مرارت ناشی از فقر در 14 مرداد 1338 در حالی که بیش از 54 سال نداشت چهره در خاک کشید. تنها بعد از مرگش بود که خیلی عظیمی از مستمندان و محرومان که قمر سالها به یاریشان شتافته بود دانستند که فرستنده کمک ها برای آنان قمرالملوک وزیری بوده است. شرافت همگی از میان تو، از پی دوستی و تمادی با هم تو، Oh.